معذرت خواهی آریانا سعید از مردم. خانم آریانا سعید در صفحه فیسبوک خود چنین نوشته است: آیا نیاز است توضیح دهم که با کدام دلایل ناممکن یک تور کنسرتی با اجراهای مسلسل که برنامه ریزی آن ماه‌ها زمان گرفته بود، صدها هزار دلار توسط برنامه گذاران سرمایه گذاری شده بود؟ مجللترین تالارها در 6 شهر امریکا رزرو شد. هزاران هموطن ما جهت اشتراک از قبل تکت خریداری نمودند و 17 نفر از اعضای گروه موسیقی از کشورهای مختلف جهان با هزینه‌های مالی و معنوی به امریکا سفر کردند. آیا میشد لغو کرد؟ بعد از این حادثه غم‌انگیز اخیر، از طریق پلتفرم‌های سوشیال میدیای خود که میلیون‌ها نفر به آنها دسترسی دارند، فریاد و پیام هموطنان خود را و مؤثرترین طریقه و دیگر هموطنان و جهانیان رساندم. پست‌های فیسبوک و اینستاگرام بنده در این مورد خاص تا به حال ده‌ها هزار کامنت و صدها هزار لایک و پیام‌های حمایتی از هشتگ این حرکت را گرفته است که بیشتر از تمام چهره‌های شناخته شده کشور ماست. با وجود این که هموطنان مهاجر ما برای چند لحظه فراموش نمودن مشکلاتشان و برای یک لحظه لبخند و خوشی به کنسرت حضور می‌یابند، اما هنوز هم برنامه را به یاد آوری حادثه غم‌انگیز شروع می‌کنم. به یاد و حرمت شهدای حادثه مردم را به سکوت دعوت می‌کنم و بعد با آهنگ‌های اختصاصی از مبارزه زنان کشور گرامی داشت می‌نمایم. ای کاش این کنسرت فقط شامل یک و یا دو اجرا می‌بود و توسط خود ما برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌شد تا من به اختیار خود و به راحتی آن را می‌توانستم کنسل کنم. این کنسرت یک بسته از اجراهای مسلسل و پیهم و وابسته به هم بودند که عدم اجرا در یک شهر و جا اجرا در جا و شهر دیگر را به چالش می کشید و لغو آن برای نهادهای سرمایه گذاری کنسرت، اسپانسرها، هزینه های هنگفتی که برای رزرو تالار، خدمات و تهیه امکانات پرداخت شده بود تقریبا ناممکن، نه که 100% ناممکن بود. من از حادثه غم‌انگیز و این حرکت وحشیانه توریستی که به ادامه نسل‌کشی هزاره های کشورم صورت گرفت در همان شب کنسرت مطلع شدم. چون به دلیل گرفتن آمادگی های لازم و سوشیال مدیا دسترسی نداشتم و حساب های کاربری من توسط ادمین هایم مدیریت می شد. وقتی هم مطلع شدم در زمان و شرایطی قرار نداشتم که هزاران هموطن را که از شهرها و ایالتهای دور به کنسرت آمده بودند به خانه هایشان بفرستم و یا هم بنابر دلایلی یک تنه صلاحیت لغو کنسرت را نداشتم. در ضمن برای من مبارزه نیست که زخم بخورم و پای زخمم بنشینم. مبارزه آن است که با زخمهایت راه بروی و ادامه بدهی. شما متهم کنید ولی من با زخم‌ها راه می‌روم و شهر به شهر، کشور به کشور، اگر شادی و لبخند را به دل‌ها و لب‌های مردم می‌آورم، در میان این شادی، آفرینی‌ها، پیام ایستادگی، آزادی، همت، توانایی، قهرمانی، همبستگی و نگفتن را هم از روی استیج به گوش مردم زمزمه می‌کنم. غم و سوگ مردم و سرزمینم را هم از شهر به شهر به گوش مردم می رسانم. پلتفرم مبارزه من، گلوی من و ستیج من است. اگر قرار باشد سوگواری کنم، به طریق خود می کنم. حرمت می گذارم، مرثیه می خوانم و فرخنده ها، رخشانه ها، حلیمه ها و ام البنین ها را از روی استیج و از پشت بلنگو فریاد می زنم. چون نمی توانم مسجدی یا تکیه خانه ای را اعمار کنم و در کنجش به سوگ بنشینم.
اگر قرار باشد بجنگم با مشت‌های گره کرده فریاد می‌زنم. و لعنتی نصار طالب و داعش و هر که دشمن کشور و مردم است می‌کنم. چون نمی‌توانم اسلحه بردارم و کنار برادران شجاعم در سنگرهای جنگ بجنگم و یا بنابر شرایطی که دارم کنار دختران جسور و نام آور مبارز سرزمینم در افغانستان، در کابل و هرات و مزار در خیابانها آنها را همراهی کنم. آرزومندم درک کنید که من سنگر دیگر، اسلحه دیگر و گلوی دیگر دارم و با در نظر داشت ماهیت همین سنگر و اسلحه و گلو سوگواری می کنم. امید می آفرینم و می جنگم. آیا هنوز هم نیاز است توضیح دهم که با کدام دلایل ناممکن نمی توانم یک تور کنسرتی از قبل تدارک دیده شده را لغو کنم؟ با اندوه مکلف و ادامه آریانا.